میگه تو این دنیایی که این همه جنگ و بدی و نامهربونی هست، تو خوب باش، بذار خوبا تموم نشه. یو یو، سلام، چاکرم، شهرز آمادم با یه ویدیو خفن دیگه، یه آنباکس خفن دیگه و یه کتونی خفن دیگه. امیدوارم که پر باشید از عشق و انرژی و اتفاقای خفن، اتفاقای مثبت. هرچی انسان خوبه، هرچی آدم خوبه، هرچی حرکت خوبه، هرچی خوبی اینجوری موشکوار همیشه بیاد به سمتتون. اگه تازه اومدید توی کانال من، بدونید من یکم عشق کتونی، عاشق کتونی. تمام این کتونی هایی که میبینید کالکشن منه، مال خودمه و خیلی دوستشون دارم. اگه شما مثل من طرفدار کتونی و کالکشن داری یا عشق کتونی داری، حتما کانال من رو سابسکرایب کن، ما رو به دوستای کتونی بازت معرفی کن، لایک کن اگه با ویدیو حال کردی، چون ما اینجا هر هفته چند تا آنباکس از کالکشن های روز دنیا داریم. اینجوری میتونید دیتیلاش رو نزدیک ببینید، قیمتش با خبر شید، پاپوشش رو ببینید و راحت تر تصمیم گیری کنید برای خرید کردن. توی ویدیو قبلی یه ویدیو براتون گرفتم که تاریخچه نایک دانک اسپی رو بهتون گفتم که اصلا دانک از کجا اومد، چی شد که شد اسپی. حتما ویدیو قبل رو ببینید بعد این ویدیو رو بیایید ببینید، چون یه کار خفن از نایک دانکی داریم امروز براتون. نایکی برای دانک خیلی و خزینه نکرده به غیر از کارهایی که لیمیت ادیشن و خوب خاص هستن و کلاب هستن که باید متریال بهتری داشته باشه، خوشگلتر باشه جعبش و اینجور داستانا. همینجور که میبینید این نایکی دوباره با همون جعبه همیشگی، خیلی چیز خاصی نداره. این جعبه رو ما زیاد دیدیم با لوگوی نایکی روش و اینجا هم که مشخصات و بارکد و داستان و سایز و رنگ این نایکی دانک گرین اولیو معرفی شده که الان با هم میبینیمش. بریم این دانک خفن رو ببینیم، دیتیلاش رو نزدیک، برگردیم یکم راجبش صحبت کنیم و نظر بدیم و پاپوشش رو ببینیم. برو بریم واسه آنباکس یه دانک خوشگل با رنگ گرین اولیو. واقعا رنگ زیبایی داره و جز دانکایی که کیفیت جنسش متفاوته. میدونید که من نایک دانک و نایکی اسپی رو خیلی قبول دارم توی استایل، چون استایل خیابونی خیلی خفن داره، کفشی که با همه چی به خاطر زیره صافش میتونی بپوشی.
اما همیشه از جنسش ناراضی بودم و طبق ویدیویی که براتون از تاریخچه این کفش گذاشتم، اصلا داستان جنس بد این کفش اینه که قرار بوده یه جنس معمولی و چیپ بزنن که هی اسکیت بوردرها و کسایی که از این استایل استفاده میکنن بتونن هی کفش جدید بگیرن، چون خراب میشده کفششون، که حالا تو اون ویدیو کامل توضیح دادم و میتونید ببینید. گرین اولیو رنگ خیلی خوشگلیه، ترکیب چرم و یه جنس پارچه‌ای طوریه که اصلا نگم براتون، چرمش از این چرمای ساییده شده است، از این چرمایی که چرمیه نیست، که باف داره، یه چرمیه که انگار ساییدنش و یه همچین شکلی داره. دو تا جنس و دو تا متریال رنگ گرین یا همون سبز هستن، اما چرم خب قطعا یه مقداری پررنگ‌تره و شما تفاوتش رو از نزدیک که نگاه میکنی کاملا متوجه میشی. یه لوگوی نایکی داریم دو طرف کفش با رنگ سفید که چرمی هستش و نوشته نایکی مثل همیشه پشت کفش و لوگو و نوشته نایکی روی زبونه، که چیز عجیبی نیست، همیشه دیدیم. جنس داخلش هم خیلی باحال کار شده، از اون جنسایی که من دوست دارم، از اون جنسایی که بهتون گفتم پشمی نیست و یه جنسیه که دوامش بیشتره نسبت به بقیه کفشا و خیلی حال کردم که توش هم اینجوری کار کرده. زیره خب با چسبندگی بالا، استکاک به زمین بالا، چون این سری کفش تان زیره خیلی خفنی باید داشته باشه، چون معمولا اسکیت بوردرها یا بی ام ایکس های بچه هایی که حرکت های اینجوری میزنن ازش استفاده میکنن، پس زیره یکی از مهمترین گزینه های این کفش هستش. ولی یادتون نره این سری نایکی دانک هستش، اسپی نیست. اسپی رو تفاوتش رو با دانک براتون گفتم قبلا که توی ویدیو هست، دوباره برید ببینید، حتما خیلی به اطلاعاتتون کمک میکنه، مخصوصا بچه‌هایی که فکر میکنن اسپی مخفف اسکیت بورد. خیلی مهمه که کفشی رو که استفاده میکنیم بدونیم تاریخش چیه، بدونیم از کجا اومده، دیزاینرش کی بوده، طراحش بوده و این کفش اصلا برای چی طراحی شده. در شاید یکی از خفن ترین رنگایی بود که من تا به امروز دیدم و متریال عجیب خوبی داره. خوبیش اینه اونایی که دوست ندارن روی کفششون خط بیفته، چون نایک های ایر فورس و دانکی این مشکل دارن، این اون مشکل براش پیش نمیاد، چون رویش رو پارچه‌ای کار کرده، فقط این اطرافش رو چرمی کار کرده و همین یک پهن مثبتیه برای کسایی که این مشکل رو دارن. از این کفش یه رنگ قرمزش هم هست، خیلی قرمز عجیب غریب خوشگلیه، اگه طرفدار رنگ قرمزید اونم حتما برید ببینید توی سایت. این کار سولد شده ولی یه سری از سایزهای زنونش موجوده هنوز. کفش خیلی خوشگلیه، خیلی خفنه، هم قرمزش هم سبزش. من سبزش رو ترجیح دادم چون سبز رنگ مورد علاقمه. قیمت این کار توی نمایندگی نایکی ترکیه 4100 لیره، که خب دیگه الان نایکای دانکی توی این قیمته دیگه و کمتر انتظار نداشتیم باشه، اونم این رنگ با این خوشگلی و جذابی که داره. این بود از آنباکس نایکی دانکمون، که امیدوارم حال کرده باشید. نظرتون راجب این کفش بنویسید توی کامنت ها، خیلی برام مهمه. مرسی که یوتیوب من رو حمایت میکنید. یادتون نره منو به دوستای کتونی بازتون معرفی کنید، حداقلش اینه که اینجا میتونن بیان مدلای خفن رو ببینن و راحت تصمیم گیری کنن برای خرید. تا ویدیو بعد، آنباکس خفن بعد، کتونی خفن بعد، خدا نگهدار.